Você dá uma vacina. Ali. Provar o salão. Sobre o meu rei. Rubim. Salão, um alecão. Alto um chetore. Sare holit. Sobre o meu rei. Salão, meu irmão, rejum. سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی مخلصم. بهنام زنده دل هستم. مدرس فیزیک. قرار با هم دیگه سر صبح فیزیک کار کنیم. در صبح های نوروز. درود به شما. ازتون بشم. عیدتون مبارک بشه. انشالله که هر چی که اتفاق خوبه در این سال پیش رو براتون پیش بیاد. صدای کو میشه؟ اشکال نداره، الان خوب میشه خودش. مهندس ما اینجا، این بنز تمام مشکلات رو حل و فصل میکنم. بچه من یه خورده معمولا انرژی موقع تدریس بالاست و داد میزنم، فریاد میزنم. حقیقت ماجرا اینه که کلاس نوستا 11 بود داره. من 5 دقیقه به 11 خواب بیدار شدم. ببخشید. پیش میاد. خواب بودم. شرمنده. شما خوابید. آره به نظر منم الان 3 فروردین. آره صبح. به خدا وقت خوابه. یعنی واقعا الان وقت خواب. رضا الان صبح دیگه نیست؟ خب به خدا منم با شما موافقم. ای جانم، به قول استاد شکوریان عزیز، آدم ها دو تا انتخاب دارن، یا بخوابن خواب آرزوهاشون رو ببینن، یا بیدارشن و برای رسیدن به آرزوهاشون تلاش کنن. حالا ما به زور کتک هم که شده بیدار شدیم، پس بیاید برای رسیدن به آرزوهامون تلاش کنیم. دوستای گلم، بله حتما حتما. بعد از اون طرف هم سفر رو برای شما شیر کردیم بچه. دوستای گل سال نهمی هستین، آره؟ آقا دم شماها گرم، دم شماها گرم. آره بابا میدونم من لنگ زور، من خودم لنگ زور که نه لنگ زور داره. من خودم عادت به خواب زیاد ندارم، ولی حقیقتش ساعت 7 صبح خوابیدم که 8 بیدارشم خواب من رو در بر گرفت و باعث شرمندگی یه خورده دیر رسیدم. جونم براتون بگه خوش آمد میگم به شما در این اردوی نوروزی در کلاس، حالا به خصوص فیزیک. امیدوارم که تو این زمان معدودی که داریم و محدودی که داریم بتونیم یه کار موثری با هم انجام بدیم، در کنار هم دیگه 4 تا مطلب یاد بگیریم که به درد حالا هم درس مدرسه‌تون بخوره، هم بعدا به درد کنکورتون بخوره. شما سال نهمی هایی که تو این ایام 3 فروردینه، حالا به قول شما لنگ زو هم هست، سر کلاس ها حضور پیدا میکنین، دمتون گرم. تکلیفتون حداقل تکلیف شماها دیگه مشخصه، معلومه که چقدر پیگیره در واقع درس و مشقتونید، چقدر پیگیر اهدافتونید. من واقعا تحسینتون میکنم، دمتون گرم میگم، براتون از صمیم قلب آرزو میکنم که در مسیر در واقع تحصیلاتتون به بالاترین درجات ممکنه برسید و قطعا میرسید، چون شما این دغدغه‌ای رو از الان دارید، دغدغه‌ای که شاید خیلی از بچه های دیگه تازه تو سال کنکور بهش میرسن، دوچارش میشن. شما اون دغدغه رو از الان دارید که پا میشید میایید سر کلاس شرکت میکنید، من رو تحمل میکنید. دمتون گرم، دمتون گرم.
شما مشخصا در حال تلاشید، دارید سعیتون رو میکنید و من مطمئنم وقتی شما بخواید و تلاش کنید خدا هم براتون خیلی میخواد. رفقای گلم، ما تو این حالا ایام نوروز تو فرصتی که در اختیار من قرار داده شده که با شما به هر حال درس کار بکنم، تصمیم گرفتم که یه حالا مروری از فصل در واقع حرکت و دینامیک براتون انجام بدم. اگر فرصت بشه و برسیم به فصل فشار هم یه سری میزنیم. شما چاکریم شبه خانم، قربون شما، دم شما گرم. یه موضوع دیگه هست، اونم اینه که حالا در واقع اساتیدی که اینجا دارن زحمت میکشن و برای شما کلاس میذارن، من میدونم همشون اساتید دوره دوم هن، به خصوص مدرسین کنکور هستن. من به کنار به عنوان کوچکترین و ناشناسترین و کم تجربه ترین عضو این مجموعه دارم به شما میگم، مثلا استاد شکوریان عزیز، استاد جدیدی عزیز، دکتر سهرایفر عزیز، بچه بیشتر در فیلد تخصصی کنکور کار کردن و کار میکنن. ولی سال گذشته ما حالا بنا به دلایلی برای اولین بار اومدیم با بچه های دوست داشتنی سال نهم یه دوره رو برگزار کردیم برای قبولی امتحان پیسوشان. و چقدر این بچه های سال نهم ماه بودن و چقدر همراه بودن و چقدر پایه بودن و چقدر دوست داشتنی بودن، خب مثلا این کار به ما چسبید، کیف داد، واقعا من خودم کیف کردم. امسال هم تصمیم گرفتیم که برای بچه سال نهم دوباره در واقع یک دوره هایی رو برگزار کنیم. میدونم که شما هم همونقدر دوست داشتنی هستین، همونقدر باحالید و میدونم همونقدر قراره به هممون خوش بگذره. یعنی لابلا که حالا درس یاد گرفتنمون با همدیگه قراره کلی خوش هم بگذرونیم. من نفذت بشم، من اصالتا رشته هستم. اینجا رشته، اینجا رشته، منم رشته هستم، بقیه رفقامون هم رشته هستن و ولی همه ایران سرای ما سیاه دیگه، رشتی و تهرانی و قومی و نمیدونم تبریزی و اصفهانی نداریم که، همه با هم دیگه رفیق، همه یه دونه. حسام چاکریم، بلا میسر، بلا میسر به قول ما رشتی ها، یا مثلا جانا قربان. خب بچه ها دوستای من، شما یه کتابی دارید به اسم علوم تجربی، درسته؟ یه بحثایی از اون مربوط به فیزیکه. فصل چهارمتون حرکت چیست؟ این در واقع میشه فصل اول سال دوازدهم. حالا تو سال نهم هم تا حدودی باهاش آشنا میشید. ما میخوایم این فصل رو با هم دیگه بررسی کنیم. باشه؟ آماده این؟ آماده هستید؟ آیا؟ آقا اولین چیزایی که تو فصل حرکت شناسی باهاش سر و کار داریم چی چیست؟ جا به جایی و مسافت طی شده. این دو مفهوم در واقع مفاهیم اولیه فصل حرکت شناسی هستن. الان درباره شون صحبت میکنه. دوستان من، مسافت طی شده که واقعا مفهومیه که اصلا نیاز به توضیح هم نداره، در واقع تمامی شماها مفهوم مسافت طی شده رو پیش از آن که کسی بخواد به شما آموزش بده درک کردید و میدونید. فیزیک هم که میدونید در واقع علم الگوسازی یا شناخت طبیعت یا الگوسازی برای طبیعت، برای اتفاقهایی که در طبیعت رخ میده. رو همین حساب شما چند سالتونه بکنم؟ الان 15-16 سالتونه، درسته؟ 15-16 سالتونه؟ خب شوالتون به خود بهترین سن رو دارید، بهترین سن رو دارید. وای 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 چقدر 15-16 سالگی خوبه. من تقریبا سنم دو برابر شماست، 28 سالمه. ولی میدونم همه بهتون میگن، بذارید منم یه بار بهتون بگم، واقعا اون سن و سالی که شما دارید اصلا بهترین سن و سال زندگیست و زندگی کنید و واقعا سعی کنید روزها رو در واقع لحظه ها رو زندگی کنید.
خیلی اصرار به زود بزرگ شدن نداشته باشید، خیلی دغدغه برای خودتون نتراشید، لابلای تلاش هاتون ولی زندگی بکنید، زندگی کنید، چون هرچه بزرگتر میشیم زندگی سختتر و سختتر و سختتر میشه. بچه شما 15 سال زندگی کردید، خب 15 سال در این جهان بودید، 15 سال در این طبیعت بودید، پس به طور ناخودآگاه با خیلی از مفاهیم طبیعی آشنا هستید، به طور ناخودآگاه با خیلی از مفاهیم طبیعی آشنا هستید و این در فیزیک به کار شما میاد، چون فیزیک هم علم طبیعت. پس خیلی وقتا میگم یه چیزایی رو ما میدونیم، درک کردیم بدون اینکه کسی به ما آموزش بده. مسافت طی شده بچه مقداری است همواره مثبت، مقداری است همواره مثبت و برابر است با کل طول مسیر رفت و برگشت. اوکی؟ این میشه مسافت طی شده. برای مثال این عمویی فرض کنید بچه های شکوریان رو دیدین تا حالا؟ استاد شکوریان رو دیدین؟ دیروز با آقای جدیدی کلاس داشتین ها؟ شکوریان رو ندیدین؟ شکوریان این شکلیه، حالا فردا فکر کنم میبینیده شکوریان اینجوری مردن شکوریان رو براتون بکشید بعد بگی زنده دل کشید تو این یعنی شکوریان عینک هم داره موهاش هم خب این شکلیه خب آن سر کلاس هم این شکلی نیست خدایی این سیبیلاش خورده بپر پشتن خب شبی کشیدم خب بعد کنید استاد شکوریان یه روزی پا میشه و شکوریان عزیز استاد شکوریان یه روزی پا میشه مثلا 100 متر میره به سمت راست 20 متر برمیگرده میاد به سمت چپ آه 100 متر میره به سمت راست بعد دور میزنه برمیگرده به سمت چپ میخوایم بچه ها مسافت طی شده شو حساب کنیم مسافت طی شده شو آقا برابر با کل طول مسیر رفت و برگشت خب رفتش چقدره؟ بگید ببینم 100 تا برگشتش چقدره؟ 20 تا پس مسافتش چقدر شد الان دوستان من؟ آباری کرده که اینقدر مشتی از سینو با حال مسافتش میشه 120 متر مسافت طی شدهش میشه 120 متر اوکی؟ اما بریم بریم جا به جایی چی؟ آقا جا به جایی یه مفهوم فیزیکیست یه مقدار با اون چیزی که شما فکر میکنی فرق میکنه جا به جایی یه مفهوم فیزیکیه بچه جا به جایی چیه؟ جا به جایی برداره ما توی فیزیک بچه ها دو نوع کمیت داریم کمیت های مقداری داریم کمیت های برداری داریم خب الان بهتون توضیح میدم کمیت های مقداری فقط عددشون مهمه کمیت های برداری جهتشون هم مهمه خب برای مثال بچه ها فرض کنید مثلا شما میرید یه جایی چه میدونم خرید کنید به یارو میگید آقا من 4 کیلو در واقع مثلا سیب زمینی میخوام به سمت چپ یا 4 کیلو مثلا سیب زمینی میخوام به سمت بالا آره میگید نه باریکالله منم دارم جرم مثال میزنم توران نه نمی مسخره است 4 کیلو مثلا جرم مثلا میخوام به سمت نمیدونم بالا نه نمیگیم که ولی نیرو اگه بخوایم بگیم چی بگیم آقا یه نیروی مثلا 100 نیوتنی به این جسم به سمت چپ وارد میشود یه نیروی 50 نیوتنی به این جسم به سمت پایین وارد میشود
ببین اینجا ما باید جهت رو بگیم. پس این برداریه. ولی اون جرم قبلی که گفتم اون مقداری بود. اصلا بردار نداره. مسافت و جا به جایی این تفاوت رو دارن. خب مسافت و جا به جایی این تفاوت رو دارن. آوری که الله. مسافت مقداری است. یکی از بچه‌ها گفت علامتش چیه؟ قربونت خیلی درگیر علامت ها نشو. ولی مسافت رو با ال نشون میدم. به خصوص در کتاب حالا درسی شما خیلی درباره علائم صحبتی نکرده. بعد سال 12 هم که بشی بیشتر با این علامت ها کار داریم. اما جابجایی، جابجایی با دی نشون میدن. با دی یا حالا چیزهای دیگه. ما فعلا همین دی رو در نظر میگیریم. با بردار دی. جابجایی بچه برداری است. آقا برداری است. یعنی جهت داره. که از مبدأ جسم به سمت مقصد آن رسم می شود از مبدأ به مقصد. یعنی مکان اولیه به مکان ثانویه. وقتی میگم برداری است بچه یادتون باشه یعنی جهت داره، یعنی جهت دارد، یعنی علامت دارد. ما رو بزرگتر شدیم معمولا جهت ها رو با علامت ها نشون میدیم. الان تو کتاب سال نهم شما جهت ها رو من دیدم همونطوری کنارش میمیسن، ولی بعد ها هم این جهت ها رو با علامت ها نشون میدن. حالا توضیح میدم. ببینیم آقا یه روز صبحی دوباره استاد شکوریان میاد بره قدم بزنه. بذارید بکشیم شکوریان رو دوباره. خدای ما تشکر نداشتیم چیکار میکردیم؟ چه مثالی میدادم براتون؟ سر صبح یاد بگیر. مهندس شکوریان رو دیدیم؟ مهندس شکوریان سر صبح پیراهنش قرمزه، چارخونه است. خودش سخت میشه. الان صداشو میکنم هستن داشو پیراهن. بیاییم مقایسه کنیم مثلا. ببینید به خدا این همه هنر رو من برداشتم الان سر صبح فیزیک درس میدم به شما. مهندس ببین خوب در میاد این خودش شده اصلا دیگه. الان من ای با سلام استاد مخلصم ارادت یه لحظه اسکم اینجاست. خب بعد دوستان یه روز زمستون الان بهاری من یه لحظه یه زمستونی اینقدر سرده اینجا. یه روز بهاری استاد پا میشم میرم پیاده روی. این دفعه صد متر اینوری میره. خیلی غیر قابل پیش بینی هم هست کارش. اون سری صد متر اونوری رفت. مثلا 40 متر اینوری برمیگرده. میخوام جابجاییشو حساب کنیم. آقا مسافتی الان این استاد ایشون چنده الان؟ مسافت 140 متر. ولی من الان جابجاییشو میخوام. میگیم آقا استاد عزیز اینجا بودن الان اومده اینجا. ببین این مبدأشه، این مقصدشه. یه خطی از مبدأ میکشی به سمت مقصد، این میشه بردار جا به جایی. بچه این قرمزی که کشیدن الان فاصله چقدر میشه؟ 100 منهای 40 میشه 60 متر. آفرین. 100 متر منهای 40 متر میشه 60 متر. جا به جایی حالا با دی هم نشون بدیم 60 متره. خب ولی این 60 متر برای جابجایی چجوری باید بنویسیم؟ به توضیح بدیم. ببین یعنیشو جابجاییش با دی هم نشون دادم. به دو صورت شما این جابجایی رو میتونید نشون بدید. یا میگید آقا این جابجایی میگی 60 متر به سمت چپ بوده، کنارش می‌نویسید. میگید آقا 60 متر ببین جهته حتما باید باشه. به سمت چپ بوده یا خوب دقت کنید. رفقا در ریاضیات در دنیای جدیدی این دستگاه مختصات شما که حالا من در دو بود کشیدم علامت داره. سمت راست اگر چیزی باشه علامتش مثبته، سمت بالا هم علامت مثبت، سمت چپ و پایین علامت‌های منفی دارن. درسته؟ در دنیای ریاضیات هر چیزی که به سمت راست یا بالا باشه علامت مثبت داره، چپ یا پایین باشه منفی.
خب الان جا به جایی ما چند متر بود؟ 60 متر. به کدوم سمت؟ به سمت چپ. پس من به جای این که بنویسم 60 متر به سمت چپ چی میتونم بگم؟ منفی 60 متر. میتونم بگم منفی 60 متر. این الان شد جا به جاییه. یکی از بچه ها ببینم چی نوشت. باری که الله بچه. رضا منظور چیه؟ آها. رضا جان قربون شکل ماه. این علامت برداره. سوال خوب پرسیدی. رضا گفت که آقا پس چرا فلش بالای دی به سمت راسته؟ یه فلش کوچیک بالای کمیت‌های برداری میذارن. مثلا آقا بردار نیرو. مثلا بردار سرعت. مثلا بردار جابجایی. این علامت برداره. خب حالا خود اون بردار نیرو میتونه مثلا 50 نیوتن به سمت راست باشه یا به سمت چپ باشه. اون فلشه همون به سمت راست. اون نماد برداره، نماده. اوکی؟ نمادشه دیگه. اونوری در نظر گرفتن. نمادشه. قرار داده. قانونه. اونوری میکشن. چرا قربونه؟ چرا زهرا جان میتونیم 60 متر به سمت غربم بگیم؟ بله. عموماً ما طوری در نظر میگیریم که روبروی ما شمال باشد. فرضمون اینه که آقا روبرومون شماله و سمت راستمون میشه مشرق، سمت چپمون میشه مغرب. فراز جان چون عرض کردم خدمت جهات بالا و سمت راست مثبت فرض می شود در دنیای ریاضی، چپ و پایین منفی و جا به جایی این دوست ما 60 متر به سمت چپ بود. جا به جاییش ببینیم فلشه 60 متر به سمت چپ شد، یعنی طول این شد 60 متر دیگه. این جا به جایی ماست. 60 متر به سمت چپ یا میگی 60 متر به سمت چپ یا میگی 60 متر به سمت مغرب یا میگی منفی 60 متر چون به سمت چپ شده است. حالا با همین نکاتی که تا اینجا یاد گرفتیم یه نکته دیگه هم بگم و بعد یه چند سوال حل کنیم. بچه ها با تعریف هایی که براتون دادم معمولا عموما مسافت طی شده از مقدار جابجایی به نظر شما عددش بزرگتر یا کوچکتر؟ باریکلا معمولا مسافت طی شده از جابجایی عدد بزرگتری است، از مقدار جابجایی بزرگتر است. آقا این معمولا اینجا چی میگه؟ این وسط عموما اینجا چی میگه؟ جایی نمیشتم همیشه. کی میدونه؟ چرا نمیشتم همیشه؟ چون آباریکالله چون میتونن برابر هم باشن. معمولا مساحت ایشون مقدار جابجایی بزرگتر است مگر آنکه آقا یه حالتی داریم که اونجا دیگه مسافت طی شده جابجایی بزرگتر نیست. یه حالتی که با هم دیگه برابر باشن. حالا میخوام ببینیم کی با هم دیگه برابرن. بچه ها برای اینکه مسافت طی شده با جابجایی یه عدد بشن برابر بشن دو تا شرط باید وجود داشته باشه. مگر اینکه متحرک یا حالا همون جسم بر روی خط راست حرکت کند. خط راست یعنی مسیرش منحنی نباشه، مارپیچی نباشه، زیگزگی نباشه و بدون تغییر جهت حرکت کنند و بدون تغییر جهت حرکت کند که در این شرایط مسافت طی شده با مقدار جابجایی برابر خواهد بود. ببینید یه متحرکی، یه ماشینی روی خط راست بچه بیاد بدون تغییر جهت حرکت کنه. الان این هر چقدر بره به سمت راست، مثلا اگه 100 متر هم بره به سمت راست بچه مسافتش چقدر میشه؟ 100 متر. جابجایی چقدر میشه؟ بازم همون 100 متر. ببین عدد
جابجایی با مسافت برابر در میاد. پس الان اینجا هم مسافت و هم جابجایی جفتشون الان واسه این برابر در میاد. جفتش میشه 100. دو تا شرط داره. یک، مسیرش خط راست باشه. دو، تغییر جهت هم ندهد، نداشته باشد. این از این. متحرکی قسمتی از خیلی زومه آی بابا خب. بچه ها بازه هست خوب میبینین یا نه؟ اوکیه؟ بله؟ علیکی میگم من پیامای شما نمیرم ببینم. خب بریم جان بپرس امیر میخوای من بهت صدا بدم اگه صدا سوال داری. چه سوال قشنگی پرسیدی. آقا دیدم سوالتون. بچه امیر حرف قشنگی زد. آقا تو مثالی که زدی جا به جایی تو مد منفیش هست بچه. حالا که منفی گفتی منفیش هست. حالا وقتی به ما میگن یه جا به جایی منفیه، از کجا بفهمیم حرکتش به سمت چپ بوده یا به سمت پایین؟ اونجا در خود سوال دیگه باید به ما یه راهنمایی بکنن. بگن آقا متحرکی داریم که داره رو محور X حرکت میکنه. محور افقی. خب حالا که منفی در میاد بس به سمت چپ. یا متحرکی داریم که داره روی محور Y حرکت میکنه. اونجا اگه منفی در بیاد یعنی به سمت پایین. بعدها ما حرکت‌های پیچیده‌تری می‌خونیم. اصلا متحرکی داریم که ممکنه هم به سمت چپ و راست هم بالا پایین نوال حرکت باشه روی صفحه. آقا اونجا دیگه چجوری باید تشخیص بدیم؟ با بردارهای یکه. بردارهای یکه چی هن؟ ایشالله سال 11 هم میخونیم. حتی از اون پیچیده تر ممکنه متحرکی مثل واقعا ماها در سه بعد حرکت کنه، چپ بره، راست بره، بالا بره، پایین بیاد، جلو عقب هم بره. اونجا چطوری مسیر حرکتش مشخص میشه کرد؟ باز هم با بردارها. مطمئن اونا رو دیگه کی میخونید؟ ایشالله توی دانشگاه باشه؟ ولی در حالت عادی ما حرکتایی رو بررسی میکنیم که یا فقط رو محور X انجام میشن یا رو محور Y. و سوال به ما میگه که این حرکت رو کدوم محوره. خواهش میکنم. میترا جان در برای کدوم سوال دارید؟ در برای چی دارید صحبت میکنید؟ بدو بپرس. نینا تو هم سوالت بپرس. سوال قبل شما خیلی بچه های خفن و باحالی هستین. یعنی من خوشم میاد که سوالات خوبی میپرسین. میترا نوشت میگه آقا فرض بفرمایید، من اینجوری برداشت میکنم سوالش. میگه شما گفتی متحرک اگه رو خط راست بدون تغییر جهت حرکت کنه جا به جاییش و مسافتش با هم برابر میشه. بله. میترا خانم میگه که اگر متحرک شما مثلا 100 متر به سمت چپ بره الان مسافتش چنده؟ 100 متر. شما میشه گفتیم مثبت است. جا به جایی چنده بچه ها؟ بگید ببینم. منفی هستن. آبایی چند یا این دوتا که با هم برابر نیستن؟ دروغ گفتی به ما؟ من یه چیزی گفتم بچه. گفتم معمولاً مسافت طی شده از مقدار جا به جایی بزرگتر است، مگر اینکه جسم برای خط راست بدون تغییر جهت حرکت کنه که در این شرایط مسافت طی شده با مقدار جا به جایی برابر خواهد بود. بعداً که بزرگتر شدیم خیلی من تأکید میکنم که رفقا خیلی حواستون به این سه کلمه باشه: اندازه، بزرگی، مقدار. هر چیزی یعنی قدر مطلقش. اندازه، بزرگی، مقدار هر چیزی یعنی قدر مطلقش. پس توی این شرایط مسافت طی شده با قدر مطلق جا به جایی برابره با اون عدده. گرفتین چی شد؟ پس اینجا هم صحبت‌های من برقراره، درسته. الان مسافت 100 متر، قدر مطلق جا به جایی هم 100. حل خانوم؟
آره بعضا میاد علامت ها دینا خانم، متاسفانه بعضا میاد. بله زهرا جان، باید توی قدمتر قرار بدیم. سه کلمه حالا اینجا براتون میذارم، بعدها خیلی شما وقتی رفتین تو سال دهم اصلا کلی با این سر کار دارید. این سه کلمه رو هر جا دیدین بچه‌ها، اندازه، بزرگی، مقدار هر چیزی، یعنی قدر مطلقش. خب اینو بلد باشید، اندازه، بزرگی، مقدار، یعنی قدر مطلق اون چیز. خب بچه متحرکی قسمت دیدن مسیر دایره شکل رو به گونه ای میپیماید که درست در نقطه مقابل شروع حرکت خود قرار میگیرد. در این حالت مسافت پیمونده شده توسط متحرک برابر با فلان و مثلا. خب این خیلی سوال ساده یه دیگه. ببینید من اینجا براتون یک دایره بکشم. بذار اول خورده اینجا رو من دایره رو همونجا بکشم. یعنی یه دایره میگه یه متحرکی شما داریم مسیرش رو اینجوری طی میکنه، مثلا از هر جایی که شروع به حرکت میکنه میره نقطه رو روبروش مقابلش. این از اینجا، این یعنی یه ماشینی مثلا اینجا بوده داشته میچرخیده رو این دایره، میاد نقطه مقابل اینجا قرار میگیره، مثلا یه میدونی چیزی رو دور میزنه. خب بچه الان مسافتی که این طی کرده برابر با چیه؟ چقدر مسافت رو طی کرد؟ مسافت میشه کل طول مسیر رفت و برگشت، یعنی کل مسیر حرکتش. این الان میشه مسافتش. من اینو چجوری به دست میارم؟ باری کرده بچه یه محیط نیم دایره یا نصف محیط دایره. پس الان مسافت ایشون، یعنی مسافتی که اینجا طی شده، نصف محیط دایره است یا محیط نیم دایره است. پس برابر با همون محیط نیم دایره. فرمول محیط دایره چیه؟ محیط دایره چیه؟ فرمولش بگید ببینم. پی و همین پی انگلیسی هم بذارید حسابه. باریکالله باریکالله توران باریکالله احسان. محیط دایره میشه چی؟ دو پی آر. حالا نیم دایره میشه پی آر. خب این شد مسافتش. اما جا به جایی شیر و فقا یه برداره از مبدأ یا مکان اولیه به سمت مقصد یا مکان ثانویه. اینجا تا اینجا این میشه جا به جایی. الان این الان جا به جایی که این جا به جایی برابر با چیه دایره است؟ قطر دایره. خب پس جواب شد چی؟ مسافت محیط نیم دایره جا به جای قطر داره. گزینه یک. این شد از این. بله یه اشتباه ریزی داره، اونم اینه بعد میگفتش که اندازه جا به جایی درسته؟ یا مقدار جا به جایی یا بزرگی جا به جایی. درسته امیر جان؟ امیر حسین تو هم می‌خواستی به همین اشاره کنی؟ که اشتباهی داره؟ یه چیز دیگه چیه؟ بگو ببینم. بگو. تو تایپ کنی من برم یه نکته رو بچه بگم. بچه اگه این متحرک کل محیط دایره رو دور میزد اون وقت مسافتش چقدر میشد؟ کل محیط دایره. آفرین، میشد خود محیط دایره. ولی جا به جاییش هم میشد اگه از اینجا شروع میکنم برمیگه سر جای اولش صفر. باریکلا. بس یه چیزی یادتون باشه، اگر متحرکی اگر متحرکی بچه ها به نکته هم بگیم، آقا اگر متحرکی پس از تنگی مسیری دوباره به مکان اول خود یا آغازی خودش
بازگردد جابجایی چند میشه بچه ها؟ جابجایی آن صفر خواهد بود. فرض کنید بره یه مسافتی رو و دوباره برگرده به سجده اولش. الان جابجایی صفره، فاصله مبدا مقصدش صفر میشه. مثلا این چه میدونم 100 متر بره 100 متر بیاد، مسافتش چنده؟ مثالی که اینجا براتون گذاشتم 200 متر. اما جابجاییش ببین الان هم مبدأش هم مقصدش هم اونجاست. چند در میاد؟ صفر. باری کرد. فرق نمیکنه امیر جان. آره نرگس جان دستتو بلند کن با هم دیگر میکنیم. آقای امیر خان فرقی نمیکنه محیط نیم دایره یا نصف محیط دایره. زهرا جان چی شده؟ از مرکز دایره اگه میگفت شروع به حرکت کرده، خب باید مسیرش رو به من توضیح میداد دیگه، باید ببینیم کجا رفته. همین سوالو میگی باید بدونم، مثلا میگه از مرکز شروع کرده، خب چه جوری حرکت کرده، کدوم ور رفته؟ اوکی؟ ولی وقتی میگه متحرک قسمتی از مسیر دایره، یعنی روی دایره حرکت میکنه، قسمتی از مسیر دایره. بیا دختری نرگس صدا رو دست بلند کن، من صدا تو بس کنم. آره آقای شکوری من خدا امروز لاغر شد تو کلاس ما، اینقدر ای رفت این ور اون ور. صحبت کن دختری. سلام عزیزم، حال شما خوبی؟ خیلی ممنون. سال نو مبارک بشه. متشکرم، بهترین ها برای شما آرزو میکنیم. خب دختری بگو ببینم سوال چی میگه، چی میخواد؟ یا ابوالفضل بمون بمون. نرگس کجایی؟ بیا سوال رو بخون اول. ها مرسی بخون. بله. خب اول کدوم حساب کنیم؟ بچه نرگس اول میخواد جابجایی حساب کنه. نرگس با هم دیگه حل کنیم. نرگس میخواد جابجایی حساب کنه. جابجایی چیه؟ این مبدأ، این مقصد. یه برداری هست که نرگس خانم میخواد اینو از اینجا به اینجا بس کنه. خب نرگس جانم این تیکه 4 متره، این تیکه چند متره؟ شعای داریم بچه. این تیکه مونده، اینو نداریم که نرگس میخواد اینو به دست بیاره. این تیکه رو با چی؟ مثلا من اسمشو میذارم میکس. با چی به دست میاری نرگس؟ رابطه فیثاغورس. باریکالله باریکالله. این وترشه، این مثلا زل ایگرگش، یکی از ازلاش ما اون یکی زلشو میخوایم. توی این مثلثه میبینیم بچه ها؟ این مثلث قائم الزاویه ما میخوایم این ایکس رو اینجوری حساب کنیم. خب بگو رابطه فیثاغورس چی بود؟ من میمیسم میشه وتر به توان دو مساوی با زل. باریکالله وتر به توان دو میشه این زل به توان دو به اضافه اون زل به توان دو. بریم جایگذاری کنیم. وتر بگو آفرین. 10 به توان دو میشه 100، میشه 100. 10 به توان 2 میشه ایکس به توان 2 رو که ندارم، ایگرگ اون چنده؟ 6 به توان 2 میشه 6 به توان 2 36. این 36 بره اون طرف، ایکس به توان 2 بچه ها 100 میشه. میدونید دیگه هرسی میره اونور تساوی منها میشه 100 منهای 36 میاد 64. حالا چه باید بکنیم نرگس خانم؟ ایکس به توان 2 شده 64. باریکالله از دو طرف جذر میگیریم، جذر x به توان 2 میشه x، جذر 64 هم میاد 8. اوکی؟ پس ما
ما اومدیم از رابطه فیثاغورس تونستیم این فاصله رو به دست بیاریم که شد 8. فیثاغورس چی بود؟ وتر به توان 2 میشه x به توان 2 y به توان 2. وتر 10 به توان 2 میشه 100. اینو اسمش گذاشتم x نداشتیم به توان 2 6 به توان 36. معادله نامعادله بلدیم فکر می کنم. 36 رو میاریم اینور منها میشه x به توان 2 میشه 100 منهای 36 میشه 4. جذر میگیریم و 64 چون x به توان 2 میشه 8. خب حالا دختری بگو ببینم جابجایی چند میشه در کل؟ 8 به اضافه 1/4 1/4 میشه 16. این فلش قرمز جابجایی بود دیگه بچه ها. این ورش 8 اون ورش هم 8 8 تا 16 16 مت به کدام سم؟ باریکه به سمت راست همون مشرق، چون زحمید به سمت شرق. باریکه الله چون به سمت راسته. این شد جا به جایی. حالا بریم برای مسافت. مسافت چی بود نرگس؟ مسافت اولی همون دو سطح همون یکی زل اون مسلسل و اون دایره. مسافت بچه یعنی کل طول مسیری که طی شده. الان شما نگاه کنید اون آدمی که حالا داشت حرکت میکنه مسیرش رو به من داده، اینو حرکت میکنه یعنی کل این 10 متر رو میره، بعد اینجا 6 متر میاد پایین، بعد این نیم دایره هم طی میکنه، پس کل این مشکی ها میشه مسافتش. یعنی یه 10 متر داریم، یه 6 متر داریم به اضافه یه نیم دایره داریم. محیط نیم دایره رو چجوری حساب کنیم؟ باریکلا محیط دایره فرمولش یه 2πr، محیط دایره 2πr، نیم دایره نصفشه دیگه، نصفش یعنی 1/2 ضرب در محیط دایره. درست میگم؟ نیم دایره نصفه محیط دایره، دایره 2πr محیطش، این میشه این میشه πr. پی چنده؟ (3.14) باریکله شعای این دایره همون چند بود؟ 4. خب میشه 12.56 56. خب به اضافه یه بس مسافت یه 10 متر یه 6 متر محیط نیم دایره هم شد 12.56 میاد 16 به اضافه 12.56 چقدر میشه مجموعاً؟ 28 ممیز میشه 28 ممیز 56 صدم متر. نرگس خانم جواب شد کدوم گزینه؟ گزینه یک. گزینه یک. چه باری کرد نرگس خانم بگو ببینم چه رشته‌ای میخوای بخونی؟ انتخاب رشته که نکردین ها؟ برای چی کار؟ تجربی. میخوای بری دکتر بشی؟ بله. دکتر چی بشی؟ باریکلا انشالله که موفق باشین. ما دکتر سرایفر ندیدین شما هنوز؟ نه؟ در کلاس زیست؟ برگزار نشده براتون زیست؟ امروز چی میداشتین؟ دیروز هم ریاضی فکر کنم فردا امروز که فیزیک داشتین میگم امروز چی میداشتین؟ دیروز که ریاضی داشتین امروز فیزیک، فردا فکر کنم زیست داشته باشین. ما دکتر سرایفرمون اینجا هستن دندون پزشکن، بنده خودم هم با عزتون پزشکم ولی فیزیکم درس میدم. ایشالله که بری دکتر بشی ما پوزتو رو بدیم همکار بشیم شما رو ببینیم در آینده در بیمارستان ها. کدوم شهری؟ من از بولیمون خواهر شمالی. بسیار هم عالی، بسیار هم عالی. مرسی دختری، خیلی عالی بودین. ممنونم از همراهیت. متشکرم. مرسی. موفق. فامیلی چیه؟ فامیلی چیه؟ جا دلیر. به 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 فامیلیت هم شبیه فامیلی من فامیلیم یه کامیون فامیلی دارم بچه ها. به خدا من هیچ جای فامیلی کامل همو نمیگم. من اسم کامل هم اینه بهنامه زنده دل دلیر حقیقت.
یعنی قشنگ میتونم از هر کدوم اینها به عنوان یک فامیلی جدا استفاده کنم. مثلا چه میدونم قشنگ میتونم با اسمم کلاهبردار خوبی بشم، یه جایی با زنده دل برم کلاهبرداری کنم، یه جایی بگم نه آقا من دلیرم، یه جایی بگم نه من حقیقتم. خب قربونه تو عزیزم، مرسی، ممنونم ازت، برو فضل چم. بچه اینجا یکی از شما یه سوالی پرسید، یعنی چی گفت؟ علی امین نیلی فکر کنم، یا علی امین نیلی دیگه، درسته؟ آره قربونید، با عدد طلایی سریع میشد با عدد پیش قرصی به جواب رسید. 3 و 4 و 5 یا 6 و 8 و 10 یا 9 و 12 و 15 یا 12 و 16 و 20 یا 15 و 20 و 25 کاملا بله درست میفرمایید، ولی انشاءالله ما این عدد طلایی اینا رو دو سال 10 و 11 میشه باهاتون کار میکنیم. الان یه خورده براتون یخته، براتون زوده. رفقای گلم پزشک عمومی هستم قربونه. بله 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 بله. بچهای گلم، رفقای باحالم، آقا پیج منو تو اینستاگرام لطفاً فالو کنید، از اون طریق هم با هم در ارتباط باشیم. یه سری کارهای دیگه هستش بیرون از این، حالا کلاسای صبح با شما دارم، برای شما دارم. این صفحه بنده هست، آدرس صفحه منه فیزیکسلند، بیاید اونجا کلی مطلب گذاشتم براتون نگاه کنید یاد بگیرید. کلی کار میگم حالا دارم تا همین ایام عید، یعنی من و مجموعه کلاستی اساتید گلی که اینجا هستیم هستند، تصمیمشون رو گرفتن که با تمام توان دوران تعطیلات نوروز رو برای شما زهره مار کنن. یعنی کلی کار براتون در نظر گرفتیم که حالا چه صحبت سر کلاس ها، چه بیرون از کلاس ها با هم دیگه انجام بدیم. و اینکه اونایی که دارن اشکال نداره، اونایی که دارن، اونایی که ندارن بعد از سرشون همچین خبری هم نیستش. حالا اگه داشتین فالو کنید، اونجا یه سری مطلب هم هست. خیلی مخلصتونم. چرا کانال تلگرام هم داریم، همین کانال تلگرام فیزیکسلند هم هست، کانال تلگرام فیزیکسلند هم هست، هم کانال تلگرام هم گروه رفع اشکال اونجا هم هستش با همین آدرس، با همین آدرس کانال تلگرام هم داریم. رفقای گلم کلاس چطور بود؟ چطور بود؟ دم شما گرم، دم شما گرم. شما عالی بودیم بابا، شما خودتون عالی هستین، شما خودتون عالی هستین. خیلی به منم خوش گذشت. امروز حالا جلسه اولی بود که با شما در واقع کلاس داشتم، خیلی نمیخوام بیشتر درس بدم. انشاءالله جلسه بعدی که میبینمتون در مورد سرعت لحظه‌ای، تندی، سرعت متوسط، تندی متوسط و شتاب متوسط و حالا قوانین نیوتن یه خورده صحبت میکنم. سه جلسه من شما رو تو عید میبینم، یعنی امروز شد اولی، دو تای دیگه هم میبینم. بچه یه چی هم در گوشی بهتون بگم، آروم بهتون بگم، بچه های دیگه نشنون. ببینید یه خواهشی ازتون دارم، حالا اگه کلاس ها خوب بود، یعنی کلاس دیروز های جدیدی که میدونم فوق‌العاده است، کلاس استاد شکوریان رو بشینید که اصلا مطمئنم که تازه میفهمید شیمی یعنی چی. زیست دکتر ما هم که برید در کلاس که اصلا عاشق دیگه زیست میشید. میگم بعدشون منم، یعنی شما این لابلا وسط این تیم خفن فقط زحمت بکشید منو تحمل بکنید، بقیه کلاس ها بهتون قول میدم اینقدر بهتون خوش میگذره و اینقدر براتون فوق‌العاده خواهد بود که اصلا متوجه گذر زمان نمیشه. یه چیز در گوشی میخوام بهتون بگم، اونم اینه، ما این برنامه رو استارتش رو زدیم، گفتیم توی دوران نوروزه، ولی اگر ببینیم آقا داره جواب میده، فیدبک خوبه، بچه ها راضین، رضایتمندی زیاده و افرادی که دارن در واقع از این برنامه های ما، خب خودتون میدونید به هر حال داریم مبلغی که براش دریافت نمی کنیم، واقعا سر دل خودمونه و به خاطر خوبی شما هاست، یعنی آقا یه حس خوبی هست که داریم یه کار مثمر ثمری انجام میدیم، یه کار مفیدی انجام میدیم، یه کار به درد بخوری انجام میدیم. اگر ببینیم این کار اوکیه، اگر ببینیم رضایت هست، اگر ببینیم طرفدار این کار هست، این کار رو من بهتون قول میدم که تا تابستون هم همینجوری ادامه میدیم. خب ولی به شرط اینکه شما یه زحمتی بکشین. اگه از هر کلاسی راضی بودین یه لطفی بکنید، قطعا 4 تا 5 تا دوستی هم کلاسی چیز داری، اونا رو هم در واقع ما رو به اونا معرفی کنی، اونا هم میان سر این کلاس بشینن. اوکی،
که حداقل میگم یه تیم خفن‌تری، بزرگتری، یه لشکر بزرگتری تشکیل بدیم، حرکت کنیم به سمت در واقع اهداف و آرزوهای هم شما هم ما. خیلی مخلصم، خیلی عزیز دلید، خیلی ماهید. یکی از بچه ها، بله فشار هم سعی میکنم بگم حتما، چشم اینو خانم قربونتون، چشم حتما. بله بله من بعد از رضا جان امروز داره کلاس رو تعطیل میکنیم الان، انشالله میگم جلسات بعدی من بعد از شما دوباره کلاس دارم، تو با بچه سال 11 ساعت 12 نیم تا 2 فکر کنم 11. یکی از بچه ها پرسید کی جا به جایی با مسافت برابر میشه؟ توضیح داده بودم فدایتشم عزیزم، زمانی که متحرک رو خط راست بدون تغییر جهت حرکت کنه جا به جایی با مسافتش برابر میشه. مراقب خودتون باشین تا چند روز دیگه که من دوباره میام سر کلاس. بله ارشد جان حتما به مرور میرسیم. این اصلا این همه تست تیسوشانه، اینا همه تستای تیسوشان و نمونه دولتی هست، اینایی که اینجا هست بخود این تستا همه برای تیسوشانه. همه اینا رو باهاتون کار میکنیم انشاءالله. مخلصیم، قربونتون، فدای شما، خدا نگهدار.